ساکنون ناحیه ایشکاشیم مثل دیگر تاجیکستانیان سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با شکوه و شهامت و شکرگزاری از صاحب استقلالی وطن تجلیل نمودند. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ایشکاشیم چارابینی های گوناگون فرهنگی دایر گردیدند. در روز تجلیل جشن استقلال در مرکز ناحیه راهپیمایی محنتکشان دایر گردید که قسمت زیادی اشتراکچیانشان جوانان بودند. استقلالیت ایمان‌ترین و پرارزش‌ترین دستاوردی دولت ملت تاجیکستان. جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جشن خودشناسی، جشن یگانگی این ملت بزرگ است. از فرصت مناسب استفاده نموده، کلی تاجیکان دنیا را به این بازی فراموش نشونده، یعنی سوسالگی دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته، در کارهای همیشگی آنها برکاری‌ها را تمنا دارم. پاینده باد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. باید قید نمود که در رشد خواجگی خلق ناحیه ایشکاشیم سهم پیرانی کار دیده نظرس بوده، تا حال و هم سابقه داران مهنت در تشکیل نمودن چهارابینی های سیاسی و فرهنگی خود را در کنار نمیگیرند. امروز مردم شرفمند ناحیه ایشکاشیم صحنه تاریخی جشن بزرگ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن گرفته ایستادند. با درجه بلند سیاسی تشکیلی فرهنگی جشن گرفتن این صحنه تاریخی بزرگ، خرد ازلی فرهنگ بالای مردم ناحیه ایشکاشیم شهادت می‌دهد که جوهر اساسی آن را سابقه داران تشکیل می‌دهد. سابقه داران ناحیه توانستند عنانه نیک نیاگان را تقویت بخشیده و نسل جوان امروزه رویه جوانمردی، خودشناسی، خودآگاهی، وطن دوستی و آبادکاری را باقی گذاشتند و در تربیه نسل جوان امروزه سهم باسزا دارند. با باوری کامل گفته می توانم که سابقه داران در تحکیم صلح و وحدت ملی، صلح و ثبات، آبادکاری، سازندگی ایسای ارزنده داشته، امروز در مقامات سهمی باسزا دارند. ما امروز شکرانه از آن داریم که دولت آباد، آزاد، آرام و سروری خردمند و عاقل داریم و دولت و حکومت تمام شرایط را فراهم آورده است. جوابم به این غمخواری ما را ضرور است که در تحکیم صلح و ثبات، سازندگی و آبادی سهمگذار بوده به خلق و وطن صادقانه خدمت کنیم. یک نفر از سابق کارمندان ساحه طب، طبیب گیاهشناس شیرینبک دولت ممدوف از زمره آن شخصانی است که برای جوانان نمونه عبرت می باشد. وی با استفاده از فرصت مناسب تمام ساکنان تاجیکستان را به مناسبت سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت می گوید. خلق بزرگ تاجیک، سلام خانم، شما را از سمت دل با مناسبت روز استقلالیت یعنی سی سالگی جمهوری تاجیکستان را تبریک و تمنا دارم. با شما خوشبختی، صحتی، سلامتی، خانوادگی خانوادگی رسد. ما بسیار شاد هستیم که در یک فضای صلح و آرامی زندگی کرده ایستادیم. سی سال قبل با پیشنهاد اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ناحیه ایشکاشیم محفل ادیبان جوان با نام شاعر زنده‌یاد نفسبک رحمان تشکیل یافت. در این مدت بسیار شاعران و نویسندگان جوان به عرصه ادبی قدم گذاشتند. یکی از آنها محرر روزنامه زندگی سعدانشاه الفتی می باشد که همدیارانش را به مناسبت این عید فرخنده تبریک می نماید. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. تاجیکستان مبارک جشن استقلال تو، در دعایم من بخواهم نصرت اقبال تو. آسمانت صاف بادا تا به هنگامی ابد، صلح بر هر خاندانت، هر ملوک بر سال تو. فخر من بر ملت ایست که تاجدار و تاجور، مثل سامانی ببینم کاش دیگر آل تو. تا زبان مادری من جهانگیری کند، از خداوندم بخواهم رستم از زال تو. ای وطن، ای وطن بر من عزیزی همچو شیر مادرم، در جهان بر سدانشاه کی بودم سال تو.
تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی در ناحیه ایشکاشیم خوب براه مانده شده. همه ساله دعوت به ارتش ملی جمهوری تاجیکستان سری وقت تامین میگردد که در عملی نمودن این کاری خیر حصه کمیساریت حربی ناحیه ایشکاشیم کلان است. با استفاده از فرصت مناسب کمیساری حربی ناحیه با جلب دایره وسیع مهنتکشان در سطح بلند تجلیل نمودند. در سرتاسر کشور محبوب ما تاجیکستان عزیز جشن پر افتخار، جشنی که آن را دیرها باز انتظار بودیم، 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با یک شهامت و شکوه خاصه تجلیل گردش داده است. از جمله ساکنان سربلند ناحیه ایشکاشیم نیز این روز را امروز آغاز از صبح بر وقت در فضای ایدانه تجلیل نموده ایستادند. باید قید نمود که در دوران صاحب استقلالی ناحیه ایشکاشیم در قطار دیگر ناحیه های جمهوری روش نموده، امروز سیمای مرکز ناحیه، جماعت های دیاد و دهه‌های عالی نشین کلان دیگر گشته. راهپیمایی مهنتکشان از کوچه مرکزی آغاز یافته در ورزشگاه به فرجام رسید. در یک گوشه میدان هنرمندان جماعت‌های دهات ناحیه ایشکاشیم دستاوردهای خیش را به معرض تماشا گذاشتند. ساکنان ناحیه ایشکاشیم نگهداران فرهنگی قدیمه و والای تاجیکان کوهستان بدخشان بوده توانستند در طول هزار ساله‌ها فرهنگ غنی خود را از دست ندهند. با اعلان گردیدن سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای هنرمندان شرایط بیشتر فراهم آمد. در یک خود وادی و خان در سال‌های صاحب استقلالی زیاده از 20 عدد خانه‌های مهمانداری ساخته شده، در همه جماعت‌های دهات گروه‌های منفعت‌داری هنرمندان تشکیل گردیدند. این حال در تمام حدود ناحیه 3 کارخانه خرد چوب تراشی، یک کارگاه کارکرد موینه فعالیت نموده، در همه دهه‌ها در شرایط خانه ریسندگی و بافندگی رونق و رواج یافته ایستاده است. مهمانان از نمایش دستاوردهای هنرمندان ناحیه دیده نموده به هنر والای آنها بهای مناسب دادند. در جریان نمایش از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحب کارون الهیده به 2 جفت نفخانه‌داران و 6 نفر کودکان از آیله‌های نیازمند تحفه‌های مالی سپرده شدند. بعدی تماشای دستاوردهای هنرمندان قسمت تنتنوی جشن آغاز یافت. جمع آمدگان را رئیس ناحیه به مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نمود و قید نمودند که در طول 30 سال صاحب استقلالی بودجه ناحیه نسبت سال 1991 در سال 2021 نزدیک 5% افزوده، عین حال 36 میلیون و 61 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. با نمایندگی از نام رهبریت عالی کشور، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان سعیدزاده حبیب‌الله عزت‌الله همگان را با جشن بزرگ استقلالیت تبریک نمود. اجازت فرمایید شما را از نام اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت گویم. استقلالیت رمزی عالی وطنداری، خودشناسی ملی، افتخار از تاریخ فرهنگ اجدادی، نعمتی به همتای دولتداری مستقیم و عامل مهم دولتداری می باشد. ملت تاجیک طی 30 سال استقلالیت با عزم و تلاش پیوسته، با پیروی و جانبداری از سیاست صلح‌پرورانه و عاقلانه سرور خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای تحکیم دولتداری ملی کارهای بزرگ را به انجام رسانیده و سوی آینده درخشان صاحب قدمانه راه بپیماید. بعدی بخش رسمی جمع‌آمدی تنتنوی صنعتکاران ناحیه ایشکاشیم برنامه کنسرتی را پیشکش جمع‌آمدگان